من به عنوان یک دختر روستایی بزرگم. کسی نیست بگه که من درست کردم قرمه سبزی رو. سلام، حال شما؟ تو چرا کاپشن پوشیدی با شلوار راحتی؟ تو دیگه این مکاس بودنت رو مونده ها؟ آره الان دلم پر میشه. سلام سلام، قراره با خودم ببرمتون پیکنیک خونوادگی. امروز از شیراز زدیم بیرون بدون مقصد مشخص که یهو خودمون رو تو هفت برم دیدیم. تو ولاگ توضیح میدم بهتون که قضیه اینجا از چه قراره. با من همراه باشین، مطمئنم بهتون خوش میگذره، کلی لذت میبرین. خیلی خوشگل و باصفا بود. هفت برم یعنی هفت تا دریاچه که ما رفته بودیم برم اول. اینجا 55 کیلومتر با شیراز فاصله داره. پشت صحنه تولید محتواهای پیج ماجیک براش. خانم ماجیک براش، شما برین غذاتون رو گرم کنید. بنده به عنوان یک یوتیوبر تازه کار و به عنوان یک مدرس فن بیان میخوام یه چهره رو بهتون نشون بدم. مصاحبه اختصاصی با خانم ماجیک براش. سلام، حال شما؟ تو چرا کاپشن پوشیدی با شلوار راحتی؟ توی یه دست سردم شد. خیلی سرد بوده. خب خانومم. جانم خانومم. میفرمودین. اونجا نگاه. شما کمک مامان کنید. من برام غذا گرم کنم. تو هم برو عکستو بگیر. آره من رفتم. میگه تو که وظیفت اینه که بری غذا رو گرم کنی، منم که برم عکس بگیرم. بچهای دوم باید برن عکس بگیرن. اینم شانس مایه. من برم. چه خوشگل اینجا بیاد. چرا اینجا بیاد؟ بریم سر چشم. بریم سر چشم آب بیاریم. بریم سر چشم. من مثلا غذا پختم. چه قرمه سبزی پختم. من درست کردم قرمه سبزی رو. کسی نیست بگه که من درست کردم قرمه سبزی رو؟ نه. راستی همین اول ویدیو گفتم بهت یادآوری کنم که لایک یادت نره ها، بعدن نگی اوه اوه یادم رفت. ما جاتون خالی ناهار رو خوردیم که ایشون اومدن نزدیکمون. ما هم یه تیکه غذا براشون ریختیم. رفتن با دوستاشون اومدن. دور تا دورمون رو سگا گرفته بودن و منم از اونجایی که تازه با فوبیای سگ مبارزه کردم عاشقش شدم. حالا که موقعیتش پیش اومده بذارید در مورد این موضوع با شما هم صحبت کنم. به این فوبیا میگن فوبیای سگ هراسی یا سینوفوبیا که یه فوبیای رایج تو کل دنیاست و افرادی که به این فوبیا مبتلا هستن تعدادشون کمتر از افرادیه که به فوبیای مارانک بود مبتلا. بریم سراغ ادامه ولاگ. وای قربونت برم، تو چقدر خوشگلی. ماما اینم اومد، این دوست کارتونیمون هم اومد. خیلی حرفتو گوش میده. اینجا 40 دقیقه فکر میکنم با شیراز فاصله داره و چقدر خوش آب و هوا و خنک، من تا حالا نیومده بودم. به نظرم ارزشش رو داره. این آهنگی هم که میشنوی. اونجا دوتا خانواده کردن فکر میکنم، چون بلد بودن سرچوپی برقصن، آهنگ گذاشتن. اینجا مالاچیق داره فکر میکنم برای اجاره است. البته مطمئنم که برای اجاره است، چون که قبلا یکی از دوستان میگفتش که ما خیلی میایم اینجا میان و مثلا استفاده میکنن. هواش عالیه، عالی عالی. ما ناهار خوردیم، من تصمیم دارم که بشینم یکم تمرینای سولفژمو انجام بدم.
اونجوری که من تحقیق کردم متوجه شدم که بهترین فصل واسه سفر به اینجا فصل بهاره، که خدا رو شکر ما هم بهار اومده بودیم. اینجا امکان ماهیگیری هم وجود داره و مثل اینکه توی دریاچه ها ماهی کپور خیلی زیاده. اینو برای اون ماهی خوراش گفتم، نه خودم. آب این دریاچه ها شیرینه و محل تجمع کلی پرنده مهاجره. زمانی که ما نشسته بودیم اینجا و داشتیم به آسمون نگاه می‌کردیم، بالا سرمون پر از پرستو بود و ما کیف کردیم. اینجا هم داشتم ادامه ولاگ قبلی رو براتون ضبط میکردم. یه دست برای طرفداران حدیث خانم تکون بده. کسایی که شما رو دنبال میکنن و دوستارتون هستن. سلام میرسونم، مثل اینکه ایشون کنگر هستن، همین ایشون. اینجا هم به درخواست من بابام این کنگره رو اوورد بیرون که به شما نشونش بدم که تو ولاگ بیفته. اینم از این زحمت دارم میکشم، ما داریم اینجا زحمت میکشیم. اینجا بکشیمش بکنم. آه سیزم کنگر با اون برشون. اینجا هم برگشتیم به سمت خونه و من آماده شدم واسه درست کردن یه پیتزای خوشمزه با نون توست که براتون شورت ویدیوش هم قبلا گذاشتم. ماما میا ماماسیتا، انقدر خوشمزه شده بود که نگو. ممنون از شمایی که تا الان این ویدیو رو دیدین و با من همراه بودین. ممنون از کسایی که لایک میکنین، ممنون از کسایی که کامنت برام میذارین. همین الان کانالمو سابسکرایب کنین و زنگولهشو بزنید که هر وقت ویدیو میذارم بهتون خبر بده. اگرم که تا آخر این ویدیو رو دیدی، حتما برام کامنت کن که این ویدیو رو دوست داشتی یا نه. تو ویدیوهای بعد میبینمتون.